سلام بچه ها، سعید محسن زاده هستم. امسال هم در خدمتون هستیم با فیلم های آنلاین. ممنون از مجموعه قلمچی که باعث شد ما دوباره همدیگر رو ببینیم، کنار هم باشیم. امسال پرقدرت‌تر اومدیم که با هم در واقع درس ها رو پیش ببریم. چیزی که باعث شد امروز من اینجا باشم کامنت های پر محبت شماست، ممنونم ازتون. بدون حالا مقدمه و حرف پس و پیش، بریم سراغ شیمی 11 رو شروع کنیم. انشالله پرقدرت. اگر عمری باقی بود من در خدمتتون هستم و کل کتاب رو امسال با هم تموم میکنیم. خب بریم شروع کنیم. اوایل کتاب خیلی من باهاش کار ندارم چون وقتمون خیلی کم و قراره که همه مطالب رو اینجا بهتون بگم، اما یه گریزی بزنیم تو مقدمه. در گذشته انسان‌ها فقط بعضی از مواد طبیعی رو استفاده می‌کردن. مثل چی بچه‌ها؟ مثل چوب و سنگ و خاک و پشم و این داستانا. اما علم که پیشرفت کرد، تکنولوژی که اومد، اومدیم مواد طبیعی رو به چیزهای دیگه تبدیل کردیم و ازش استفاده کردیم. کل حرفمون اینه. اما یه تست پرتکراری که از همین چند خط اول هست این نکته است. در صنعت خودرو ما مدیون شناخت و دسترسی به فولاد هستیم و همچنین پیشرفت صنعت الکترونیک به نیمه هادی ها یا نیمه رسانه ها وابسته است. سیلیسیوم، هر چیز الکترونیکی که تو داری استفاده میکنی داخل سیلیسیوم هست. بگذاریم اینا رو. توی این فصل یه بحث خیلی مهم داریم توی این چند صفحه اول، صفحه 1 تا 17 و اون روندهای تناوبیه. اینا رو سریع رد کنیم و بریم سراغ اونا. همه مواد طبیعی و مصنوعی بچه‌ها منشأش کره زمینه، خب معلومه دیگه، مشخصه. اما ما میایم یک فلز رو استخراج میکنیم، بعد میایم تبدیلش میکنیم به یک اتومبیل یا یه هر وسیله دیگه ای، بعد تبدیل میشه به زباله و دوباره برمیگرده به کره زمین. نکته اول، یک، جرم کل مواد کره زمین به تقریب ثابته. حالا چرا به تقریب؟ ما بعضی از موادمون هستن که در واکنش های هسته‌ای جرمشون رو از دست میدن. و نکته دیگه که راجع به این چرخه ها باید بدونید اینه که موادی که از طبیعت به دست میاریم دوباره به طبیعت برمیگردن، اما یه جورایی تبدیل میشن به مواد به درد نخور. مثلا وقتی آهن زنگ میزنه دیگه خیلی به درد ما نمیخوره. خب این نمودارا رو یه کوچولو راجع بهش صحبت کنم، بعد دیگه وارد دنیای واقعی شیمی و اساسی و تست‌ها و نکته‌های جوندار بشیم. بچه اینجا نگاه کنید، یه نمودار داریم که اومده میزان در واقع بهره‌وری ما رو از منابع مختلف نشون داده. همونطور که میبینید بیشترین مصرف ما مواد معدنیه و بعد در واقع سوخت‌های فسیلی و بعد فلزها. یه چیزی همینجا باید بگم، فلزها هم جز مواد معدنی هن، اما چون به طور مستقل ما از اونا خیلی استفاده میکنیم، کتابتون اینجا به تفکیک آورده. حالا بعضی از طراحان و دوستان روی در واقع سالها هم تمرکز میکنن، اما یه هایلایت خیلی مهم از این نمودار اینه که بدونی مواد معدنی بیشتر از سوختهای فسیلی هن و اونا بیشتر از فلزها هن. خب بریم سراغ اصل قضیه که همون جدول تناوبیه. اونا رو سریع رد کردم که برسم به اینجا. علم شیمی رو کتابتون تو چند خط خیلی خوب معرفی کرده. میگه علم شیمی مطالعه هدفدار، منظم و هوشمندانه رفتار عنصرها و مواد برای یافتن روندها و الگوهای در واقع رفتاری فیزیکی و شیمیاییشونه. ببینید، ما دنبال این هستیم در علم که پیش بینی کنیم، درسته؟ یعنی بشر از قدیم الایام آسمون رو نگاه میکرد، میدید بارون میاد، بعد به تجربه فهمید که ببین هر موقع این ابرسیاها اومدن بارون میاد. پس ما توی علم در نهایت دنبال پیشبینی هستیم. حالا خیلی وقتا شروع کردن دانشمندان، از خیلی زمانهای قدیم دانشمندان شروع کردن اتمها رو کنار هم چیدن تا بتونن یک سری از روندها رو چیکار کنن، پیشگویی کنن. خیلی قبلتر از حتی مندلیف بزرگ چیدمان‌های مختلفی وجود داشت. مثلا تریادها رو سرچ کنید توی اینترنت، اضافه تر از کتابتونه. و جدول مندلیف که در واقع این جدول بچه‌ها جدول مندلیف نیست، این جدول تناوبیه. جدول مندلیف یک جدول 8x12 بود، 8 تا ستون و 12 تا ردیف داشت. ولی مندلیف بزرگ به خاطر چی معروف شد؟ برای اینکه تونست اولین پیشگویی‌های درست رو او انجام بده. اما خیلی کاری نداریم، اینا یه کوچولو اضافه تر از کتابتون بود. بیایم راجع به جدول تناوبی امروزی به طور مفصل صحبت کنیم با هم. چیدمان اتم ها در جدول تناوبی امروزی بر اساس عدد اتمیه. یادت باشه بنیادی ترین ویژگی یک اتمه. پس عدد اتمی بنیادی ترین ویژگی یک اتمه.
عزیز دلم یه کاغذ خودکارم داشته باش، من تند میگم یادداشت کن، دو سه بارم فیلم ها رو ببین بعد از اینکه حالا آفلاین شدیم. اوکی؟ پس جدول امروزی بر اساس چی چیده شده؟ بر اساس عدد اتمی بنیادی ترین ویژگی و یک قانون به اسم قانون تناوبی عناصر. قانون تناوبی عناصر چی میگه؟ میگه اگر اتم ها رو بر حسب افزایش عدد اتمی بچینیم، یه سری از خواص در اونها به طور متناوب تکرار میشه. این حرف یعنی چی؟ فرض کن یه کلاس مانکن دارم ها، نه مانکن به اون تعبیر، یعنی آدم هایی که نه خیلی چاقن نه خیلی لاغر، میام بر حسب افزایش قد اینا رو ردیف میکنم، میگم آقا از اینجا این قدش کوتاه‌تر، این بلندتر، اون بلندتر، اون بلندتر. گفتم بهت گیر ندی یا خیلی لاغر و خیلی چاق نداریم. وقتی خودم بر اساس افزایش قد اینا رو چیدم اعضای کلاس رو، حالا میتونم بگم اونی که سمت راست تره قدش بلندتره، احتمالاً جرمش هم بیشتره. پس ما بر اساس یک ویژگی اتم ها رو میچینیم و یک سری خواص رو در اونها پیشگویی میکنیم، پیش بینی میکنیم. ویژگی که جدول تناوبی بر اساس اونا چیده شده چیه؟ عدد اتمی. اما چرا اتم هایی که در یک گروه قرار دارن خواص فیزیکی شیمیاییشون یکسانه؟ به خاطر یک نکته مهم که اون الکترون های ظرفیتیه. اتم هایی که در یک گروه قرار دارن الکترون های ظرفیتیشون یا الکترون های لایه آخرشون با هم یکسانه و به خاطر همین در واقع اونا خواصشون مشابهه. یه دوره هم راجع به جدول بزنیم. جدول امروزی 18 تا گروه داره بچه‌ها، این 18 تا گروه و 7 دوره. یه چند تا نکته دیگه هم بهتون بگم. به این 6 تا، به این 6 تا، به این 6 تا کلاً ها میگن بلوک پی یا دسته پی. چرا؟ چون آرایش الکترونیشون به پی ختم میشه. این 10 تا رو دسته دی مینامیم و این 2 تا رو دسته اس کامل دیگه. البته حواست به اون هلیوم باشه. میبینی رنگش قرمزه؟ این هلیوم جاش اینجاست، یعنی در دسته اس قرار داره. پس چرا در گروه 18؟ چون خواص شبیه گروه 18، چون گاز نجیبه، میلی به انجام واکنش نداره. یادتون باشه بچه این پایین هم بلاک اف رو داریم یا دسته اف رو داریم. اوکی؟ همون اس پی دی اف خودمونه. پس وقتی یک عنصر در دسته اس قرار داره، یعنی اسش در حال پر شدن، اس چند تا الکترون توش جا میگرفت؟ دوتا. و به خاطر همین ما دوتا گروه داریم. وقتی عنصری در دسته دی، یعنی 10 تا الکترون جا میشه تو دی، پس 10 تا گروه داریم در دی. میبینید اینا همش حالا یه دوره کردیم چون به دردمون میخوره اینجا از در واقع جدول. اما اجازه بدید که در واقع به یه چیزی بهتون توصیه کنم و اون حفظ چند تا گروه توی جدوله. اوکی؟ چند تا گروه توی جدول رو باید ما حفظ کنیم، گروه های اصلی رو. گروه اول، یادتون باشه گروه اول رو به جز هیدروژن فلزات قلیایی مینامند. چجوری گروه اول رو کامل حفظ کنیم؟ این جمله رو یادداشت کن. هلن، بچه نگاه کنید، هلن کی رفت سفر، دیدینش؟ پس جمله گروه اول برای حفظش کمک میکنه به در واقع موندن توی حافظتون. اما اگه یکی میخواد همینجوری حفظ کنه، میگه بابا این حرفا چیه، خب دمت گرم حفظ کن. ولی بعضی از بچه ها اینجوری راحت تر حفظ میکنن. پس من جمله های گروه ها رو سری میگم، یادداشت کن و حفظ کن. جمله گروه دوم، به گروه دوم میگم فلزات قلیایی خاکی، چون بعضی از اونها تو خاک به وفور پیدا میشن. جمله گروه دوم اینه بچه ها، به مگس کلسیوم بدید، استخوناش استرانسیوم باریکه. دیدین؟ پس جمله گروه دوم شد، به مگس کلسیوم بدید، استخوناش باریکه، کلسیوم برای استخونا خوبه. اما گروه 13، گروه 13 حرفای اولش همچین یه چیز بدک نیست برای حفظش. جمله گروه 17 اینه، بگید، بگو بگیت، بور، آلومینیوم، گالیوم، ایندیوم و تالیوم. قرار شد 8 تا گروه اصلی رو حفظ کنیم. آقا گروه اصلی و فرعی چیه؟ گروه های اصلی دسته اس و پی هستن و دی ها و اف ها واسطه هستن. دی واسطه خارجیه و اف ها واسطه داخلی. جمله گروه 14 یه خورده شبیه فیلم های خشنه، ولی خب خوبه. کسی کربن، کسی دیدین جلوی جرمانیوم سینما پایش را برید. آخری هم نمیخواد، تازه اضافه شده به جدول. کسی جلوی سینما پایش را برید. حالا چرا یه نفر باید این کار بکنه نمیدونم. و اما گروه 15، نیما، نیما پسر اسقر سیبیل.
حفظش کنید. گروه 16 استاد میبینین سکته کرد، ترکید، پوکید، حفظ. و گروه 17 فوکولی، دیدین فوکولی، فلوکلور، بروم و یود، بیا فوکولی، بیا استاتین. راجع به استاتین یه خورده صحبت کنیم. استاتین بچه ها در گروه 17 اما شبه فلزه، کتابتون اشاره نکرده ولی بدونید به خاطر همین جزء تقسیم بندی هالوژن ها نیست. اما گروه 18 خیلی برای ما مهمن. گروه 18 هم جمله منو داشته باشید، هلیوم نخور، آب کرفس، زنون، رومیزه. دیدیم هلیوم نخور، آب کرفس، زنون، رومیزه. فقط اینجا رو ببین، هر دانش آموز من موظفه، چه دانش آموزای حضوریم چه تو عزیز دلم که یه گوشه از ایران نشستی و داری منو میبینی، عدد اتمی گروه 18 رو حفظ میکنی. کجا؟ رو سرانگشت دست چپت، این شکلی. من نگاه کن، 2 10 18 36 54 86. تا دوره 6 کافیه. یه بار دیگه، 2 10 18 36 54 86. بعدم یه جایی فرصت کردم بهت میگم چرا این به درد ما میخوره. پس حتی شده یه هفته رو دستت بنویسی، خودکار وردار بنویس هلیوم 2، نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36، زنون 54 و رادون 86. پس یادت نره گازهای نجیب رو سرانگشت دست چپت بنویس و حفظش کن، خیلی باهاش کار داریم. خب این یه دوره کوچولی از جدول بود، خواهشان 8 تا گروه اصلی رو حفظ کن عزیز دلم، خیلی به دردت میخوره توی تستا. اما بریم سراغ ادامه ماجرا. رفتار شیمیایی هر عنصر به وسیله آرایش الکترونی آن تعیین میشود. چرا عزیز من؟ واکنش های شیمیایی، در واکنش های شیمیایی الکترون ها دخیلن، تازه نه همه الکترون ها، اون الکترون های لایه آخر. خب معلومه که رفتار شیمیایی بس کی تعیین میکنه؟ الکترون ها. در واکنش های شیمیایی من و تو با هسته کاری نداریم، اونا رو ولش کن. پس ما با الکترون ها سر و کار داریم و نه همه الکترون ها، کیا؟ لایه آخر، الکترون های ظرفیتی. یه یادآوری بکنیم دوباره، الکترون های ظرفیتی رو چجوری به دست می آوردیم؟ دو تا راه. راه اول، آرایش الکترونی رو میکشی. امیدوارم یه روزی وقت بشه که آرایش الکترونی هم بهتون بگم، چون من قرار امسال 11 12 رو بگم، آرایش توی دهمه. آرایش الکترونی میکشی، خب مثلا آلومینیوم تهش چی میشه؟ میشه 3s2 3p1. حالا اگر آرایش تو به s و p ختم شد، تعداد الکترون های s و p آخر میشن الکترون های ظرفیتی. الان نگاه کن، تعداد الکترون های ظرفیتیم چنده؟ 3. اگر آرایشت به s تنها ختم شد، تعداد الکترون های آخرین s میشه چی؟ الکترون های ظرفیتی. یعنی در منیزیم تعداد الکترون های ظرفیتی 2. و اگر به s و d ختم شد، اوکی d و s بود آخرش، مجموع الکترون های s و d میشن الکترون های ظرفیتی. اما جز یک دو تا گروه، حالا اونایی که میدونن کامنت کنن برای من، جز یک دو تا گروه، بقیه گروه ها رو اگر حفظ باشی یکان گروه میشه الکترون های ظرفیتی. به خاطر همین بهت میگم حفظ کن، چون ما اینجا باهاش کار داریم. مثلا اکسیژن گروه چنده؟ 16، 6 الکترون ظرفیتیشه، برو آرایش رو رسم کن به دست بیار. اوکی گازهای نجیب چنده؟ 8 الکترون ظرفیتشه. آهای، به جز هلیوم، هلیوم در واقع الکترون های ظرفیتش 2 تاست. پس گازهای نجیب همشون 8 تایی هم به جز اون هلیوم، کلا به جزیه دیگه. نه توی بلاک اف نوشته میشد ولی در دسته اس قرار داشت باشه. خب حالا پس ما فهمیدیم عناصری که در یک گروه قرار دارن چرا خواص شیمیاییشون مشابهه، چون الکترون های ظرفیتیشون با هم یکسانه به جز هلیوم. البته الکترون های ظرفیتی یعنی الکترون های لایه آخر. یه تست بهت بگم، یه صحیح غلط معروف، میگه عناصری که در یک گروه قرار دارن، یا اینجوری میگه عناصری که خواص شیمیایی فیزیکیشون یکیه چون تعداد الکترون های زیر لایه آخرشون مشابهه. چیان؟ خواصشون یکسانه، یه زیر میذاره. خب و این غلطه، و این غلطه، تعداد الکترون های لایه آخرشون یکسانه. و این متن کتابتونم هست، بعضی وقتا یه کلمه کوچولو، یه پیشوند و پسوند کل ماجرا رو به هم میریزه. یاد اون شعر معروف افتادم که میگه یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، رحیم و رجیم یک نقطه فقط فرق دارن. اینجا هم تو این تست فقط یک لایه با یه زیر لایه کل تست رو خراب میکنه، ولی ما حواسمون هست.
حالا با توجه به این خواصی که گفتم اتم ها رو به سه دسته تقسیم میکنن، چیا؟ فلزها، نافلزها و شبه فلزها. میخوایم بریم راجع به اینا تک تک صحبت کنیم توی این در واقع 16 17 صفحه اول کتابتون. اینا جاهای خیلی مهم و پر تست و پر نکته ای هستن. راجع به فلزها متالا حرف بزنیم با هم. فلزها چی هن؟ بیشتر عنصرهای جدول رو بچه ها فلزها تشکیل میدن. به طور خاص بخوام بهت بگم بلوک S اون دوتای اول به جز هیدروژن و هلیوم همشون فلزن. دیا همه فلزن، افا همه، و توی پی هم ما فلز داریم. یعنی بیشتر جدول کیه؟ فلزن. فلزها به طور عمده تست بوده N بار در سمت چپ و مرکزن. کجا؟ چپ مرکز. رسانه خوبن دیگه، این آدم ندونه باید بره تو دیوار. رسانه هم فلزات دیگه، از انقدی بودی داری میخونی. رسانه گرما و برقن، سطحشون براق سیغلی هن. نگاه کن آلومینیوم، منیزیوم، سودیوم و همه ماشالله در واقع سطحشون براقه. در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست میدهن. بچه ها این تعریف شیمیایی فلزه. فلز چیه؟ در واکنش های شیمیایی فلزات الکترون از دست میدهند. یه خود راجبش حرف میزنیم تو جنبندی فلز نافلز. اغلب جامدهای شکل پذیرند. خیلی با حالم فلزات. چرا؟ ضربه که میزنی نمیشکنه، شکل میگیره و این فوق‌العاده است. یعنی چی؟ بعضی ها رو یه دونه تلنگر بهشون میزنی میشکنن، اینا نافلزن، اینا خوب نیستن. فلزات خوبن که زیر بار مشکلات شکل میگیرن. و چقدر خوشگل میشن بعضی وقتا قلمکاری های اصفهان. درود بر اصفهانی های عزیز، این چقدر قشنگ میشه، چون اون فلز مشکلات رو تحمل کرده، ضربه رو تحمل کرده، شکل میگیره. پس فلزات چکش خارن، در اثر ضربه خورد نمیشن، شکل میگیرن، ورقه ورقه میشن. بعضی از طراحا میگن قابلیت مفتول شدن دارن، یعنی میتونن تبدیل بشن به سیم های باریک. خب راستی راجع به فلزات کتابتون هم حرف بزنم. اون سه تا چیزی که اونجا هست، شکلای کتابم دلرودش رو با هم در میاریم ما. اینجا سدیم رو نگاه کن، ببین داداشمون داره چیکار میکنه. داره با چاقو میبرتش. فلزات گروه یک نرمن، انقدر که با چاقو میتونیم ببریمشون. اما چند تا نکته رو یاد بگیر. اینا نکاتیه که لابلای خطهای کتاب نانوشته است، ولی هست. پشت این عکس هاست، نیست در ظاهر ولی هست. پس فلزات گروه یک نرمن، با چاقو بریده میشن. عزیزم به محض اینکه میبریش چی میشه؟ به محض اینکه میبریش کدر میشه. چرا؟ واکنش پذیریش بالاست، با اکسیژن و هوا واکنش میده و کدر میشه، اکسید میشه. منیزیم رو نگاه کن، منیزیم هم واکنش پذیریش بالاست، نه به شدت سدیم اما بالاست. حالا راجبش بحث میکنیم، خودت هم بفهمید چرا. منیزیم هم واکنش پذیریش بالاست، نوارش رو توی ظرف دربسته نگه میدارن. آلومینیوم هم که اینجا ظرف آلومینیومیه دیگه، میبینید همشون براق و جذاب و اینا. خب بریم راجع به نافلزا حرف بزنیم. به طور عمده در سمت راست و بالا فلزا کجا بود؟ چپ مرکز، اینا راست بالا. جریان برق و گرما رو عبور نمیدن. فلزا رسانا بودن، اینا نارسانان. اما حواست به یک نافلز رسانا باشه. کربن آلوتروپ داره، سه تا آلوتروپ داره. توی 11 هم دوتاشو میخونیم، حتی بیشتر 12 هم میخونیم دیگه. کربن میتونه CS الماس باشه، میتونه چی باشه؟ میتونه CS گرافیت باشه. و یه چیز دیگه الان نپرسیه، بعدم بهت میگم. CS گرافن 12 هم فصل 4. این ستا رو کتابتون گفته. البته آلوتروپ های دیگه داره. آلوتروپ چیه؟ مشکل شد دوتا نه؟ پرانتز آلوتروپ. حالت‌های مختلفی از یک عنصر که در طبیعت پیدا میشه بهش میگن آلوتروپ یا دیگر شکل. کربن در طبیعت چیزی که کتابتون گفته به این سه شکل دیده میشه. البته گرافن رو خودمون میسازیم و طبیعت نیست. یکی از اینا یعنی کربن در حالت گرافیت که اتفاقا کتاب شما عکس اون رو زده رساناست. گرافیت چیه؟ رساناست. بچه بودی یا ته مامانت بابات میگفتی مدادو نزنی تو پریزا. چرا؟ برق میگرفتت. و اگه الان داری منو میبینی حتما مدادتو به پریز نزدی. چرا؟ چون اون مغز مداده چی داره؟ گرافیت داره. گرافیتو خاک رسه. رساناست، حواست باشه. پس نافلزات جمع‌بندی کنیم ببندیمش. نافلزات نارسانان به جز اون یه دونه گرافیت. سطح فلزات براق بود، اینا کدرن. فلزات الکترون از دست میدادن ولی نافلزات الکترون
میگیرند یا به اشتراک میذارند. اوکی؟ پس نافلز از دید شیمی اتمی که الکترون به اشتراک میذاره شیر میکنه یا الکترون میگیره، ولی فلز الکترون از دست میداد. اینا چکش نخورن یعنی چی؟ یعنی شکننده هم و در اثر ضربه خرد میشن و یا ورقه ورقه میشن. اما دوباره سه تا شکل خوشگل کتاب، اینو نگاه کن، اینو نگاه کن، اینو نگاه کن. ایشون گاز کلوره، Cl2. گاز کلور یادداشت کن سمیه. علاوه بر این که نباید قیمه ها رو بریزی تو ماستا، تو خونه هاتون وسواسی ها به مادر پدراتون بگید حالا اگه هستن تو خونه هاتون، این جوهر نمک چی نریزید تو سفید کننده که سرویس بهداشتی تمیز شه. چرا؟ گاز کلور آزاد میکنه میمیری، سردرد میگیری، نکن این کارو. درم میبنده قشنگ میره اون توی ماسک زده فکر میکنه جلوی این کلور رو میگیره، نکنید این کارو. گاز کلور زرد رنگه، یادت باشه سمیه. گوگرد رو ببین، یک بویی داره این گوگرد، زرده، جامدی چیه؟ زرد رنگی. میبینی؟ با چکش زده خورد شده چون نافلزه. و اما فسفر، به 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 به، اینجا رو ببین، دو تا نکته داریم. فسفر دو تا آلوتروپ یا دگر شکل داره ها؟ یکیش فسفر سفید این توه، یا به قول بچه ها سفید، یه تونم فسفر قرمزه. اوکی؟ اینجا فسفر سفید رو گذاشته تو آب، چرا؟ واکنش پذیریش بالاست، با آب واکنش نمیده، اما تو هوا قرار بگیره سری میسوزه. با کی؟ با اکسیژن ترکیب میشه میسوزه. اوکی؟ پس فسفر سفید رو کجا نگه میداریم؟ توی آب. فسفر سفید پایدارتر از فسفر قرمزه. اوکی؟ البته فسفر قرمز رو یه جورایی میسازن تو شیمی. حالا این اطلاعات اضافه بوده، شما فقط از این شکل اینو یاد میگیری. عزیزم فسفر سفید تو آب، فسفر دو رنگ داره، سفید و قرمز و نافلزه. دیگه همین دیگه. سلامتی، بریم بعدی. اما ببین، ما یه سری ویژگی یاد گرفتیم که اینا فلزن اینا نافلزن. حالا یه چیزی تو طبیعت هست که یه جورایی شتر گاو پلنگه دیگه، نه؟ مثلا شتر مرغ، چرا بهش میگیم شتر مرغ؟ چون یه سری فاکتورهای شتر رو داره، یه سری فاکتورهای مرغ رو داره، بهش میگیم شتر مرغ. اوکی؟ حالا اینجا شبه فلز چیه؟ شبه فلز هم عین شتر مرغه، یه سری ویژگی های فلزات رو داره، یه سری ویژگی های نافلزات، به خاطر بهش میگیم چی؟ شبه فلز، یعنی بین این دوتاست. بریم ببینیم یعنی چی. میگه نمیتونیم جزء فلزها و نافلزها طبقه بندی کنیم. راستی بچه درسناماتون رو بیشتر از کتاب آبی آوردم، سوالایی هم که انتخاب کردم از کتاب آبی و سعی کردم کنکور 98 در واقع داخل تست ها باشه، تا جایی که در واقع حالا ترکیبی نبوده و مبحث محور بوده. اوکی؟ درسنامه ها بیشتر کتاب آبی و کتاب درسی و یه قسمتی هایش هم به طور ویژه جزوه خودمه، مخصوصا حالا توضیحاتی که میگم. پس یه عنصر رو نمیتونیم، اگه نتونیم جزء فلزات و نافلزات طبقه بندی کنیم، میگیم جزء کیه؟ شبه فلزات. مهم، خواص فیزیکیشون شبیه فلزاست. شیمیاییشون شبیه چیه؟ نافلزات. شیمیایی یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد پیوند بده شیر میکنه الکترون. کی شیر میکرد الکترون؟ کی به اشتراک میذاش؟ نافلزه. اینجا شبیه کیه؟ نافلزاست. ولی براقن شبیه کیه؟ باری کلا شبیه فلزه. گفتم دیگه ویژگیشون مشترکه. بعد یه جورایی مرز بین فلز نافلزن. بعد فلزا رسانا بودن، نافلزا نارسانا بودن. اینا نه نارسانا نه رسانا، یه چیزی اون وسط مسطان، نیمه هادی بهشون میگیم، نیمه رسانان. اوکی؟ و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک میذارن، چون خاصیت شیمیاییشون شبیه کی بود؟ شبیه در واقع نافلز ها بود. دو تا شبه فلز معروف و کتابتون گفته، یکیش سیلیسیومه که رسانایش کمه، در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک میذاره، شکننده است و در اثر ضربه خرد میشه. دوباره این شکنندگیش هم چکش نخاره دیگه، شبیه نافلزاته، درست شد. و جرمانیوم پایینیشه، هر دو در گروه 14 قرار دارن. البته ما شبه فلزهای دیگه هم داریم، من ندیدم جای دیگه کتاب اشاره کنه، ولی اگه کسی علاقمند به شیمی، عشق شیمی، اینا که من میگم، بور، سیلیسیوم، جرمانیوم، آرسنیک و آنتیموان، بعد استاتین، اینا شبه فلزات دیگه هستن، و پولونیوم، استاتین، اینا شبه فلزات دیگه هستن. اینم از این. ولی این دوتا رو کتابتون گفته. بچه ها راستی جرمانیوم هم مثل سیلیسیوم براقه و الکترون به اشتراک میذاره و همین دیگه. بریم سراغ بعدی ها. خب بریم راجع به شعاع اتمی صحبت کنیم. آها، یه چیزی اونجا تکلیفش روشن کنم. ببین کتابتون
راجع به روندهای تناوبی حرف میزنه. ما گفتیم آقا اومدیم یه جدول درست کردیم بر اساس عدد اتمی چیدیم، یه سری خواص تناوبی توش چی میشه؟ تکرار میشه دیگه. نه مثلا میخوایم حدس بزنیم که خب کدوم خصلت فلزیش بیشتره، این یک روند تناوبیه، خصلت فلزی، خصلت نافلزی، حالا تعریفش میکنم چیه. بعد اومده اشتباه استراتژی، ببخشید با اسقایی از مؤلفین عزیز، اول اومده خصلت فلزی نافلزی رو گفته، بعد شعاع اتمی گفته. نمیدونم هدفش چی بوده، ولی من اول شعاع اتمی رو درس میدم، چون با شعاع اتمی میتونید به راحتی خصلت فلزی و نافلزی رو تحلیل کنید. این که شعاع اتمی چیه خیلی ساده، تعریف ساده خوشگل یاد بگی. لایه ظرفیت که فهمیدی چیه، آخرین لایه‌ای که توش الکترون قرار داره، نه والانس شل، الکترون هایی که توشه بهش میگن الکترون والانس شل، یعنی الکترون های ظرفیتی. پس لایه آخر لایه ظرفیته. فاصله هسته تا لایه آخر بهش میگن شعاع اتمی. گرفتی؟ البته تعاریف دیگه هم هست، یه سری چیزام بود که آیا میدونید حذف شده، بی خیالش همینو یاد میدیم. پس فاصله هسته تا لایه آخر بهش میگن شعاع اتمی. حالا بریم ببینیم این شعاع اتمی در یک دوره یا تناوب و در یک گروه ستونه گروهه چجوری تغییر میکنه. اوکی؟ با من بیا اینجا نگاه کنین، این الان عناصر دوره چندم و دومن، دیدی؟ از لیتیوم تا فلور گاز نجیبه هم نیست، چون کتابتون نیورده، من اینجا نذاشته دیگه، در این شکل کتاب آبی هم هست بچه ها. حالا از چپ به راست میریم چی میشه؟ ببینم پارسال بهار خوندی دیگه، نه چی خوندی پارسال بهار خوندی که آقا ما کلن 7 لایه داریم، درسته؟ 7 لایه اصلی داریم با عدد کوانتومی N نشونش میدن. اگه دقت کنی 7 دوره هم داریم تو جدول، درسته؟ پس اینا به هم ربط دارن. پس در هر دوره جدول یک لایه داره پر میشه، یعنی تو دوره دوم اینا همش دوره دومن، لایه دوم داره چی میشه؟ پر میشه. خب حالا گوش کن، لیتیوم عدد اتمیش 3، داره با 3 تا پروتون لایه اولو میکشه. بی ای چی؟ بی ای عدد اتمیش 4ه، داره با چند تا میکشه؟ همون لایه رو داره با 4 تا میکشه. بعدی بی داره با 5 تا میکشه، همون لایه رو، یه لایه بیشتر نداره، دو تا لایه بیشتر نداره میگه تو دوره دوم، نه؟ یعنی لایه دوم در حال پر شدنه. چرا؟ چون تو دوره دومه. خب هرچی پیش میریم تعداد پروتون ها بیشتر میشه، لایه‌مون ثابته، تعداد لایه ها ثابته، پس کوچولوتر میشه. برای اینکه تا آخر عمر یادت نره، یه نفر بغل خودت پیدا کن، بابای، مامانی، داداشی، خواهری، هر کی، یا یه دانش آموز دیگر رو، همین الان با یه دست یقه‌شو بگیر بکش سمت خودت، بکش، آباریکلا. الان با یه دست کشیده دیگه، نه؟ حالا با دو دست بکش. وقتی یه نفر با دو دست میکشی سمت خودت، نسبت به حالتی که با یه دست میکشی به تو نزدیک‌تره دیگه، نه؟ اینجا هم همینه، لیتیوم داره با 3 تا میکشه، بی داره با 4 تا میکشه. پس از چپ به راست تعداد لایه ها ثابته، پروتون ها بیشتر میشه، شعاع اتمی کوچولو میشه. اما از بالا به پایین چی میشه؟ بچه ها نگاه کنید، از بالا به پایین لیتیوم دوره دوم نیست مگه؟ Na دوره سومه، پس سدیم یه لایه بیشتر داره. وقتی یه لایه بیشتر داره، یعنی شعاع اتمیش چی میشه؟ آوری کلا بزرگتر میشه. از این شکل خوشگلام سر کلاس میکشم برای شما بکشم. ببین از چپ به راست شعاع اتمی کم شده، میبینی؟ از بالا به پایین شعاع اتمی زیاد شده. این شکل یاد باشه دیگه، شبیه کلاغ اردکه، نمیدونم چیه. بریم بعدی. خب این به به نمودار پرتست و قشنگ کتاب دیگه. ببین اومده عناصر دوره سوم و شعاع اتمیشون رو مقایسه کرده. از چپ به راست شعاع اتمی چی میشه؟ کم میشه. یعنی هرچی به سمت راست میریم در یک دوره لاغرتر میشه. چرا؟ پروتون بیشتر میشه، لایه ثابت. حالا چند تا نکته. طبق این نمودار کتابتون گازهای نجیب نیست. حالا چرا نیست؟ اینجا در رفت. چرا گازهای نجیب نیست؟ چون حالا تو این تکنیک اندازه‌گیری شعاع اتمی بررسی نکرده، ما روش‌های مختلفی داریم برای اندازه‌گیری، کاری نداریم. پس اگر در یک دوره از شما پرسیدن کوچولوترین شعاع اتمی کیه، میگی عنصر گروه 17 رو بررسی نکرده. البته 18 کوچیک‌تره، ولی تو کتاب شما این شکلیه. بزرگترین شعاع مالی که در هر دوره، مال گروه اوله. ایناهاش. نکته بعدی، هر چی که پیش میریم اختلاف شعاع اتمی بین اتم‌ها کمتر میشه، بجز این یه دونه. نگاه کن ببین چه نکته ای زدم.
الان آلومینیوم و سیلیسیوم بیشترین اختلاف رو دارن، میبینی حتی از این بیشتره، حتی از این بیشتره، یعنی بجز آلومینیوم و سیلیسیوم هرچی که پیش میدین اختلاف شعاهای اتمی چی میشه؟ کمتر میشه. اما بیشتری مال کیه؟ مال آلومینیوم سیلیسیومه. اینو یادت باشه. پس بیشترین گروه 1، کمترین گروه 17، بیشترین اختلاف آلومینیوم سیلیسیوم یعنی گروه 13 و 14 در دوره سوم، و هرچی هم پیش میریم بجز اون دوتا اختلاف کمتر میشه. خب بریم سراغ خصلت فلزی از نگاه شیمی. گفتم بهت ببین همه چی تو این دنیا، نسل ما بیشتر، البته ما ها الگو داشتیم، نه بعضی از شما ها الان دارید ولی کمتر تو نسل شما. وقتی یک الگو داره آدم میخواد شبیه اون بشه، نمیشه اون، میشه شبیه اون. حالا اتم ها هم الگو دارن. الگو یعنی چی؟ برای چی تو الگو انتخاب میکنه؟ میگه من الگون فلان فوتبالیسته، من الگون فلان دانشمنده، چون احساس میکنی که اون آرامش داره و تو هم میخوای با شبیه شدن به اون شخصیت به آرامش برسی. اینه دیگه، قصه همینه. حالا بعضیا پوله، بعضیا جایگاه علمی رو انتخاب میکنن به عنوان الگوها. قبوله؟ حالا الگوی اتم ها گازهای نجیبن، اغلب الگوی آرامشن، چون اون آرومن دیگه، الکترون بدن و الکترون بگیرن این داستانا نداریم، پس اونا آرومن. اتم های دیگه میخوان شبیه اونا بشن. چند تا راه دارن، چجوری میتونن این کارو بکنن؟ آیا میتونن هستشون رو تغییر بدن؟ نه. چرا نه؟ چون در واکنش های شیمیایی هسته تغییر نمیکنه، الکترونه که تغییر میکنه. پس با تغییر الکترون ها اینا میان شبیه چی میشن؟ گازهای نجیب میشن. حالا چه شکلی؟ بیا راجع به سدیم حرف بزنیم. سدیم Na11 عزیزم، Na11 باید الکترون هاشو تغییر بده تا شبیه یک گاز نجیب بشه. دو تا راه بیشتر نداره، یا 7 تا الکترون بگیره بشه 18، قرار اینا رو حفظ کنی، یا یه دونه از دست بده بشه شبیه نئون 10. طبیعت عاقله، ابله نیست، ها چیکار میکنه؟ یه دونه از دست میده. پس سدیم چرا یه دونه از دست میده؟ چون یه دونه از دست بده شبیه گاز نجیب ما قبل خودش میشه و پایدار میشه، 7 تا نمیگیره. حالا اتمی که الکترون از دست میده تا پایدار شه رو بهش میگیم فلز از دید شیمی. حالا به من بگو هرچی راحت‌تر الکترون از دست بده خصلت فلزی ما چیه؟ بیشتره. حالا چه اتمی راحت‌تر الکترون از دست میده؟ برای چی شو اتمی اول گفتم؟ از این به بعد هر روندی رو خواستی پیش بری با شو اتمی شروع کن. هرچی توپلتر باشه اتم، شو اتمیش بیشتر باشه، جاذبه هسته رو الکترون آخر چیه؟ کمتره، پس راحت‌تر میره. درسته؟ پس راحت‌تر کنده میشه، پس خصلت فلزی بیشتره. پس با من بیا، هرچی اتم توپلتر فلزتر. یعنی چی؟ یعنی الکترون رو راحت‌تر از دست میده. پس هرچی اتم توپلتر فلزتر. قدیم های شلتر هم میگفتیم که برای نقطه جوش جواب میداد، شما نیاز ندارید دیگه. این هم از این ماجرا. نگاه کنیم بچه ها، بحث واکنش پذیری را من همینجا با همین خصلت فلزی ببندمش. ببین میگه واکنش پذیری گروه اول از بالا به پایین زیاد میشه. چرا؟ توی بحث واکنش پذیری اول میپرسی داری چی رو مقایسه میکنی؟ من دارم فلزات رو مقایسه میکنم. گروه یک، حالا هیدروژن هست دیگه، نه فلزات قلیایی، همشون فلزن. پس واکنش پذیری برای اینها معنیش اینه اتم دوست داره الکترون از دست بده. واکنش پذیری یعنی میل برای از دست دادن الکترون. و میگم از بالا به پایین شعاع اتمی چی میشه؟ بیشتر. اتم توپلتر میشه. وقتی توپلتر میشه الکترونو آباری کلا راحت تر از دست میده، چون جاذبه روش کمتر شده. اینجا اومده کتابتون، سه تا فلز رو با گاز کلور واکنش داده. میبینی لیتیوم یه انفجارکی داشته، سدیم انفجارکش بیشتر بوده و پتاسیم دیگه ترکونده. چرا؟ چون واکنش پذیریش بیشتره. هلن که رفت سفر دیگه، لیتیوم، سدیم و پتاسیم سه تا عنصرن که در گروه یکم به ترتیب از بالا به پایین. خب روند تغییر خصلت فلزی با توجه به شعاع اتمی بهتون گفتم هرچی اتم توپلتر فلزتر. بگو توپلتر فلزتر. پس از بالا به پایین توپلتر میشه، پس فلزتر میشه. پس فلزترین ما کیه؟ فرانسیوم و بعد سزیوم. البته علمی قضیه اینه که بچه ها فرانسیوم چون پرتوزاست ما سزیوم رو بگیریم، اما چون اشاره نشده تو کتاب متاسفانه تو بعضی از تست‌ها باید فرانسیوم رو بزنیم، اگه فرانسیوم نبود سزیوم رو بزنید، ولی علمیش واقعا سزیومه. از چپ به راست خصلت فلزی چی میشه بچه ها؟ اتم لاغرتر میشه. لاغرتر میشه چی میشه؟
خصلت نافلزیش بیشتر میشه، فلزیش کم میشه. حالا راجع به خصلت نافلزی هم حرف میزنیم. نافلزها یعنی چی؟ ببین بیا این بار راجع به کلور صحبت کنیم. کلور 17 قرار شبیه الگو بشه. الگو کی بود؟ گازهای نجیب. چند تا راه داره؟ دو تا. یه دونه بگیره بشه 18 تایی، عدد اتمی گاز نجیبو حفظ کن، و یا 7 تا دست بشه از دست بده بشه 10 تایی. کدوم راه ها انتخاب بکنه؟ طبیعت باهوشه مثل تو، چیکار میکنه؟ یه دونه میگیره، نه یه دونه میگیره دیگه، بجن که 7 تا دست بده یه دونه میگیره میشه سیل منفی. عزیزم سدیم چیکار میکرد؟ سدیم یه دونه از دست میداد میشد انای مثبت. میشه که به من بگین کلور از کجا الکترون میگیره؟ میره سر کوچه میداره یه الکترون بده ما پایدار شیم؟ نه، میای چقدر جفت و جور طبیعت. سدیم میذاری کنار کلور، سدیم دوست داره الکترون از دست بده پایدار شه، کلور دوست داره الکترون بگیره پایدار شه، اون از دست میده راضی میشه پایدار میشه، این میگیره پایدار میشه، پیوند بینشون میشه یونی. تمام. پس خصلت نافلزی اینو میخواستیم ببندیم با هم، یعنی تمایل برای گرفتن الکترون، یعنی هرچی بیشتر بگیره نافلزتره. اوکی، اینم از این ماجرا. خب همه نافلزها به جز هیدروژن و هلیوم در دسته اس قرار دارن. ببخشید، همه نافلزها به جز هیدروژن و هلیوم که در دسته اس قرار دارن در بلوک پی هستن. بررسی روند تغییرات نافلزی. بچه ها گفتم همه چی رو با شعاع اتمی شروع کنید. شعاع اتمی در دوره، الان دارم دوره رو بررسی میکنم، یعنی از چپ به راست شعاع اتمی کم میشه. پس تمایل برای گرفتن الکترون چی میشه؟ اینجوری بنویسید و حفظ کنید. پس تمایل برای اینجا رفت، تمایل برای گرفتن الکترون بچه ها کمتر میشه، بیشتر میشه، چون اتم کوچولوتر میشه دیگه، نه؟ و خصلت نافلزی بیشتر میشه، درسته؟ حالا توی گروه چی میشه؟ وقتی میگم گروه یعنی از بالا به پایین، میگی تمایل برای گرفتن الکترون کمتر، چپلتر میشه دیگه، فلزتر میشه، و خصلت نافلزی کمتر. پس یه جمع‌بندی کنیم دیگه، از چپ به راست اتم لاغر میشه، نافلزتر میشه تا فلزتر، یعنی خصلت نافلزی بیشتر میشه، فلزی کم میشه، و از بالا به پایین توپلتر، فلزتر، نافلزی پس قاعدتا کمتر، برعکسه. خب اینجا هم نگاه کنید، توی نافلزها هم واکنش پذیری رو چجوری مقایسه میکنید؟ مثلا گروه 17 هالوژن ها، فلور، کلور، بروم، یود، فوکولیبیا و استاتین که حالا کارش نداریم چون گفتم ماجراش چیه. اینا رو نگاه کنید، واکنش پذیریشون رو چک کنیم، بعد بگم چیکار میکنیم. فلور میگه تو منفی 200 درجه هم با سرعت واکنش میده، اما کلور تو دمای اتاق، دمای اتاق چند درجه است؟ 25 درجه است، به کندی یا به آرامی واکنش میده. بروم تو 200 درجه واکنش میده و یود تو 400 درجه، یه جورایی 200 تا 200 رفته بالا، جز اون اولیه که 225 تا اومده اون بالا. این همینجا داره نشون میده که ببین از بالا به پایین داره واکنش پذیری چی میشه؟ کم میشه دیگه، حال نداره یود واکنش بده، 400 درجه باید گرمش کنیم تا واکنش بده، ولی فلور تا منفی 200 هم واکنش میده. بچه ها هالوژن ها نافلزن، اینو میخواستم بهتون بگم. واکنش پذیریشون رو چجوری چک میکنیم؟ میگیم نافلز واکنش پذیری براش اینجوری معنا پیدا میکنیم، خواهد الکترون بگیره، از بالا به پایین شعاع اتمی زیاد میشه، توپلتر میشه، خصلت نافلزی کم میشه. پس خصلت نافلزی کم بشه چه اتفاقی میفته؟ آفرین، واکنش پذیریشون هم کم میشه. پس برای بحث واکنش پذیری میگی فلز یا نافلز؟ گروه یک فلزه. خب وقتی فلزه، برو خصلت فلزی رو بررسی کن، از بالا به پایین زیاد میشه، واکنش پذیری زیاد میشه. اما میگی فلز یا نافلز؟ هالوژنه، نافلزه، از بالا به پایین برو خصلت نافلزی رو بررسی کن، خصلت نافلزی چی میشه؟ آواری کلا چی میشه؟ کم میشه. پس واکنش پذیری هم کم میشه. یادتون نره چراغ جلوی ماشین از هالوژن ها استفاده میشه برای تولیدشون دیگه، نه لامپ چراغ جلو، نه عقب. خب این چند تا گروه هم با هم بررسی داشته باشیم. بچه هالوژن ها رو اونور بررسی کردم دیگه، اینجا نذاشتمشون ها. این چند تا شکل خیلی جوندار و به درد بخور کتابتونه دیگه. فلزات قلیایی نگاه کنیم، گروه اول لیتیوم، سدیم، پتاسیم، روبیدیوم، سزیم و فرانسیوم، گفتم نرم هم واکنش پذیریشون بالاست، معمولا زیر نفت اینا رو نگه میدارن. و اما گروه 14 اینا، یه چیزی حواستون باشه تو گروه 14 خیلی میتونیم نکته ازش بیاریم بیرون از همین شکل و اون حاشیه هاش. ببین کربن نافلزه، این دوتا شپ فلزن، این دوتا فلزن. خب کربن ویژگی نافلزاتو داره، چکش نخوره میشکنه، اما یه ویژگی نافلزا رو نداشت، رسانا بود یادتونه، یعنی رساناست. سیلیسیوم و جرمانیوم شبه
فلزم ویژگیشون رو بررسی کردیم، نیمه هادی هم براق هم الکترون به اشتراک میذارن این داستان ها، و قلع و سرب هم تمام ویژگی فلزات رو دارن، براق هم چکشخار هم رسانه گرما و برق هم. اوکی پس اینا رو حواستون باشه. اما دوره سوم، از این هم خیلی سوال دیدم من همکاران عزیزمون طرح کردن، پس یاد بگیریم بریم دلوردهش رو در بیاریم. سه تا فلز داریم بچه ها، یه دونه شبه فلز داریم و بقیه همه نافلزن. کنکور 98 هم از همین سوال اومده بود، سه تا فلز، یه شبه فلز و چهار تا نافلز داریم. حالا یه سری چیزا هم دیگه به ربطی به اینا نداره، مثلا میگه تو این گروه خصلت فلزی چجوری تغییر میکنه، مثل همه گروه ها از بالا به پایین شعاع اتمی زیاد میشه و خصلت فلزی زیاد میشه و نافلزی کم، واکنش پذیریشون هم گروه اول فلزات قلیایی زیاد میشه بالا به پایین، چرا؟ توپلتر، شلتر، فلستر، راحتتر از دست میدن الکترون رو. اوکی؟ اما مثلا تو گروه 14 میگه رسانه‌ای از بالا به پایین زیاد میشه، بعد دانش آموز گول میخوره میگه نافلز دارم، شبه فلز، فلز پس زیاد میشه. غلط. چرا؟ چون کربونه چیه؟ رسانه هاست. یعنی اینجا رو حواستون باشه. و دوره سوم هم بچه ها داشته باشید نکاتش رو که سدیم در واقع بیشترین شعاع اتمی رو داره، اینجا از چپ به راست در واقع واکنش پذیری فلزاتمون هی چی میشه؟ کمتر میشه. خب بریم بعدی ببینیم چی داریم. اما بلاک دی یا دسته دی عناصر واسطه چی؟ خارجی. راجع به اینه خورده حرف بزنیم بچه ها، اینا همشون به چی ختم میشن؟ اس و دی. اوکی؟ 10 تا دونه زیر لایه دی الکترون جا میگرفت و اینجا هم 10 تا در واقع عنصر داریم و 10 تا گروه داریم، از دی 1 شروع میشه، یعنی اینا همشون به دی 1 ختم میشن، ختم نه به چارس ختم میشن، یعنی دی 1 دارن، این بهتره، و در نهایت تا دی 10. یادتون باشه بلاک دی یا دسته دی از دوره 4 روم شروع میشه، درست شد؟ یعنی زیر لایه دی در لایه سوم هست، اولین جایی که وجود داره، ولی در جدول در دوره 4 ظاهر میشه، یادمون باشه. توی آرایش الکترون اینا بی نظمی میبینیم. یعنی چی بی نظمی میبینیم؟ ببین منو، ما کروم 24 و سی و 29 دی 4 و دی 9 میشن دیگه، نه؟ ولی ما دی 4 و دی 9 نداشتیم و به جاش دی 5 و دی 10 مینوشتیم، یه دونه از اسمی کندیم انداختیم توی دیا دیگه. پس آرایش الکترونیشون بی نظمه. اینا بیشتر تو طبیعت به شکل در واقع اکسیدها، کربنات ها وجود دارن، مثلا آهن به دو شکل FeO و Fe2O3 که بهش میگفتیم کانی هماتیت در طبیعت وجود دارن. ترکیبات اینا باعث بروز رنگ های بسیاری در سنگ های مختلف مثل فیروزه و زمرد اینا میشه. و یادتون باشه اسکاندیوم این اولیه تنها فلز واسطه یه که میتونه در واقع به آرایش گاز نجیب برسه. اگه این جمله تو تست ها بود درسته، بعضی از بچه ها میگن همگروهی پایینش هم هست، میگن بله حرف درسته، ولی کتابتون تاکید کرده رو 36 اول میتونه اینجوری سوال بده. چرا بچه ها؟ چون 21 دیگه، 3 تا از دست میده میشه 18 و اسکاندیوم 3 مثبت وجود داره، اما بقیه شون دیگه از این قاعده مستثنا هستند، یعنی وقتی الکترون از دست میدن شبیه گاز نجیب نمیشن. اوکی؟ و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، توی کنکور سراسری بیشترین تستا از این تیکه هست، یعنی دوره چهارم. خب حالا توی این دوره چهارم بازم بیشتر از همه از اینا میاد. یه نکته خیلی ساده خنده‌دار پرکاربرد بهتون بگم، این بشکن منو ببین، 4 استو یعنی 20 تا بگو، 4 استو یعنی 20 تا بگو، 4 استو یعنی 20 تا، بعد 4 هم که سدی داری، درسته؟ پس به دانش آموز من که شما هم دیگه از این به بعد جزش هستید میگم 21 چی میشه؟ میگه 4 استو 3 دی 1. گرفتی چی میگم؟ الان 25 چی میشه؟ میگه 4 استو 20 تا، 4 استو 3 دی 5. نمیکشی یا سی چی میشه؟ 4 استو 3 دی 10. گرفتی؟ 4 استو 20. هم یه دونه یاد باشه با همین بشکن معروف. خب فقط 24 نمیشه 4 استو 3 دی 4 چون نداریم، آرایشش پایدار نیست، میشه 4 استو 1 3 دی 5. یه دوره هم اینجا کردیم، فقط یادتون باشه در دوره 4 ما 3 تا 4 استو 1 داریم، 3 تا اتم داریم که به 4 استو 1 ختم میشه. چرا؟ تمام این 12 تا به 4 اس ختم میشن، چون زیرلایه 4 اس بعد از پر شدن و سدی بعد از الکترون دار شدن جاشون عوض میشه، یعنی آخرین زیرلایه ما 4 اس نه سدی. حالا تو این 12 تا من اینجوری زود ترتمیز کنم، ما 3 تا 4 اس 1 داریم، یادتون باشه اینا رو خوب یاد بگیرید، یکیش کا 19، یکیش کروم 24 و یکیش هم سی او 29، بقیه شون همه 4 اس 2 دارن. اگه گفتن چند تا عنصر به 4 اس 2 ختم میشه، این
دوازده تا منهای اون سه تا که میشه نه تا. یادتون باشه اگر گفتم در واسطه دوره چهارم چند تا دیده داریم، این دوتا دیده هم. اگر گفتم در کل دوره چهارم چند تا دیده داریم، این هشتا، چون بقیه هم دیده ها رو دارند. اوکی؟ و دی پنج هامون دوتا، 24 و 25 در واقع دی پنج هامون هستن. مجبور شدم یه دوری هم شیمه ده همو بزنیم. اما آرایش یونهای واسطه، یه جمله بهت بگم تمومه. ببین الکترون مگه اول وارد چارس میشه؟ اول میره تو چارس بعد میره تو سدی، نه؟ طبق قاعده آفبا. اینو بنویس. بنویس الکترون اول میره تو چارس، اول از چارس بکن. بنویس اول بذار تو چارس، اول از چارس بکن. مثلا آهن 26 با همون بشکنه چی گفتم بهت؟ این چی بود؟ 42 یعنی 20. خب آرگون 18 رو می‌نویسی، بعد میگی 42 سدی 6. حالا یه روزی داشتم میگه آقا سه مثبتو برای من رسم کن. تو اول خنثاشو میکشی، میگی 42 سدی 6، بعد میای میگی اول رفت تو چارس، اولم از چارس میکنم. چند تا؟ سه تا. چرا میکنی؟ سه تا از دست داده دیگه. حالا دو تاشو از این ور میدارم، یه دونهشم از این ور میدارم. پس FE سه مثبت در نهایت چی میشه بچه‌ها؟ میشه آرگون 18 سدی 5. گرفتی شد؟ همین. حالا مثلا اسکاندیوم سه مثبت، میگی 4 2 سدی 1 21، سه تا ور میداریم، میشه آرگون 18. تنها چیزی که حالا تو تلویزیون اینا هم استفاده میشه اسکاندیوم، و تنها واسطه ای که داره به چی میرسه؟ به گاز نجیب. خب من وقتم یه خورده کمه، بریم سری بعدی. طلا، یه خود راجع به طلا هم حرف بزنیم. طلا خیلی باحاله، نه؟ خیلی دوست داشتنیه، خیلی جذابه. چرا باحال و جذابه؟ یه چیز خیلی جالب بگم، همیشه تو کلاسام میگم طلا تو شیمی با چی واکنش نمیده؟ تقریبا واکنش میده ها، یعنی با خیلی چیزایی که در طبیعت و بدن ما هست واکنش نمیده. خیلی ما با واکنشی ازش نمیشناسیم توی شیمی، به خاطر همین قصه هم تو دنیای واقعی محبوبه. یعنی چون میمونه، چون اکسید نمیشه، چون با اکسیژن آب اینا واکنش نمیده و خراب نمیشه، به خاطر همین قصه محبوبه. عزیز دلم ممکنه تو یه ویژگی داشته باشی که هم بگم این چه رفتار، این چه ویژگی خاصیه تو داری، رفتار نه، ولی همین ویژگی رو اگر جاشو پیدا کنی میتونی تبدیل به آدم موفق بشی مثل طلا. میبینی؟ یعنی واکنش ندادنش برای شیمی حالا جذاب نیست، ولی به خاطر همین توی دنیای واقعی محبوبه. اما ویژگی‌های باحال دیگه هم داره، بسیار چکشخاره. میتونی چند گرمش رو تبدیل کنی به چند متر بکشیش، مفتولش کنی. بسیار رساناست، بسیار رساناست، رسانه بسیار خوبیه. تو کامپیوتراتون، تو اون مادربردا طلا مله داره، نری الان بشکنی دنبالش بگردی یا باید اسیدشویی بشه، استخراج بشه. یکی از کارهای بازیافتی باحاله. بعد با گازها و موادی که در بدن ماست واکنش نمیده، کاربردش هم گفتیم دیگه، نگفتیم؟ زیورآلات، طلا مله و انگشتر و گردنبند و این داستانا، دندون پزشکی و توی این ماسکای فضانوردان هم استفاده میشه، چون در واقع انعکاس نورش بسیار بالاست و اون پرتوهای پر انرژی اونجا اتمسفر نیست بگیره اینا رو، نه، روی اون ماسکاشو میزنن که اینا رو برگردونه. اما باز هم خودخواهی بشر و صدمه زدن به محیط زیست کجا؟ یه دونه حلقه عروسی خوشگل جنگلی میخواییم درست کنیم، حدود 3 تن پسماند در واقع ایجاد میکنیم، چون مقدارش کمه دیگه. بیاتون هم باشه طلا جز اون دسته از اتمهایی که به شکل آزادم تو طبیعت هست، اما کمه مقدارش. اوکی؟ و این برای استخراجش برای انگشتر جنگلی 3 تن چی تولید میکنیم؟ پسماند. و این خیلی خوب نیست. هوای طبیعت رو داشته باشیم حال خوبی نداره. بریم با هم تست بزنیم، بریم با هم تست بزنیم ببینیم چه خبره. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟ گفتم به تست ها که سوال های کتاب آبی، آزمون های کانونه و کنکور سراسری با نگاه ویژه 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 به کنکور 98، چون اولین کنکور شما نظام جدیده قشنگ و باحال بود. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟ سوال 13 آبی بیشتر عناصر جدول دوره یا چی تشکیل داده؟ نافلز و زدی برو تو شیشه، چون بهت گفتم همین امروز که بیشتر عنصرهای جدول و فلزات تشکیل میده. کجا بودم؟ چپ مرکز. نافلزا کجا بودم؟ بالا راست. اوکی؟ پس گزینه 4 واری کلا. بریم تست بعدی. به به، کنکور ریاضی 98 دو تا سوال خوشگل. نگاش کن.
میگه در دوره سوم جدول دوره‌ای شمار عنصرهای فلز و نافلز به ترتیب از راست به چپ کدام است با صرف نظر از گازهای نجیب. مثلا اینجا پیچونده، یعنی خدا وکیل این تست از این تست ساده تر داریم، رو هوا باید بزنی. ها بچه ها، دوره سوم جدول همون شکلی بود که با هم آنالیز کردیم، سدیم، منیزیم، آلومینیوم، سیلیسیوم، فسفر، گوگرد، کلور و آرگون. اوکی، میگه آرگون رو بیخیال شو. خب آرگون رو بیخیال شدم، سه تا فلز دارم، نه سدیم، منیزیم و آلومینیوم، یه شبه فلز دارم و سه تای بعدی چیه؟ نافلزه. پس این شکلیه، 3 1 3، اون گاز نجیب هم که واسه خودش هست. اگه گاز نجیب رو بشماریم میشه 3 1 4. این روند خیلی چیزا رو نشون میده ها. میبینی سه تا فلز داری، یه شبه فلز، بقیهش نافلز، از چپ به راست خصلت نافلزی افزایش مییابد. اون وسط هم سیلیسیوم، مرزی شبه فلزها بین فلزها و نافلزها. میبینی قشنگ روند رو داره بهت میگه. پس چی شد؟ حل شد دیگه، سدیم، منیزیم، آلومینیوم سه تا، یه دونه سیلیسیوم اون وسط و سه تای بعدی نافلز، 3 3. این تست بود، 5 ثانیه بعد می‌زدیم اینو. اما تست بعدی همون کنکور ریاضی 98، آرایش الکترونی لایه آخر اتم کدام عنصر مشابه با آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم K19؟ سه سوت K19. ببین بشکنه چی بود؟ گفتم بیشتر تستای کنکور از چنده؟ 19 تا 36 آرایش الکترونیش. این بشکنه 4S2 20 نبود مگه؟ پس 19 چی میشه؟ 4S1. باریکلا. اوکی؟ چرا رفت؟ تست دستم در رفت. خب میشه 4S1، 19 میشه 4S1. حالا باید ببینیم کدومشون به 4S1 ختم میشه. ببین دو تا حالت داره، میخوام چشمی بزنی ها. یکی این که بچه لایه آخر گفته، درسته؟ بله، اصلا راحت شد تست. بهت گفتم از اول بلوک S تو دوره 4 تا آخر بلوک D، یعنی این دوتا S ها با اون 10 تا D ها همشون به 4S ختم میشن، درسته؟ یادته؟ چرا؟ چون گفتم 4S3D جاشون عوض میشه، از دهم خوندی. خب الان با این تفاصیل همشون هم با همین بشکنه حله، مشابه با آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم K19 کدومه؟ الان 21 رو بگو ببینم، 21 چی میشه؟ میشه 4S1 4S2 3D چند بچه ها؟ 3D1. بشکنه 4S2 20 تا بود دیگه، پس 21 میشه 4S2 3D1. خب آرایش الکترونی لایه آخرش درست نیست، اما اینجا 29 رو ببین، 29 رو ببین، 29 مگه نمیشه 4S2 3D9 با همون نکته بشکنه 4S2 20؟ و تو میدونی که من 4S2 3D9 ندارم، به جای 3D9 باید بنویسم 3D10، یعنی یه دونه از 4S بکنم بندازم تو 3D، تموم شد رفت. پس ما اینجا آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم K19 با A29 که همون CU خودمونه یکیه، میتونیم 27 هم چک کنیم، 27 میشه 4S2 3D7، تهشو دارم میگم چون 4S2 20 هست، و این یکی هم میشه 4S2 3D10. سی تا رو رد کردیم، بعدش 4P1. شاید اینجا هم بعضی ها گیر کنن، نه دیگه لایه آخر این با این یکی نیست، میبینین؟ یعنی لایه آخر اون Z31 4 رومه که 3 تا الکترون داره. خب بریم بعدی. روند کلی واکنش پذیری 4 عنصر نخست از سمت چپ دوره دوم جدول در برابر اکسیژن در دمای اتاق به ترتیب شماره گروه کدومه؟ کنکور ریاضی 98 دوباره چند تا اومده بود از اینجا، میبینی؟ میگه 4 تا عنصر اول دوره دوم واکنش پذیریشون رو چک کنیم در برابر اکسیژن. گروه اول رو گفتم زیر نفت نگه میدارن، نه یعنی اکسیژن ببینه چیکار میکنه؟ سریع باهاش واکنش میده. خب هیچ کدوم از اینا عنصر گروه اولم که لیتیوم هم هست، میبینین ایناست، هیچ کدوم از اینا جز گزینه 4 درست نمیتونه باشه، چون لیتیوم از همه واکنش پذیریش بالاتره در برابر اکسیژن. زیر نفت نگرشون میداریم، اکسیژن رو پیدا کنن سریع واکنش میدن. تجربه خارج از کشور 98، کدام مورد از مطالب زیر درباره جدول شارژانت درسته؟ جدول شارژانه توی تفکر نقادانه اومده بود، داداشمون سوال داده دیگه، البته که با رد گزینه میشد زد. بریم یه بررسی کنیم، سوال خوبیه. تجربی خارج از کشور 98، ببین جدول شارژانه برخلاف جدول تناوبی، یعنی برخلاف شبیه اون نیست،
اینجا بر اساس زیر لایه ها چیده شده S, P, D, F و G. برای چی اومده؟ برای اونایی اومده، عدد اون اتم هایی اومده که عدد اتمیشون بزرگتر از 118. چرا؟ تو جدول دوره‌ای شما، تناوبی شما، وقتی 118 تموم میشه، در واقع 118 تا عنصر تموم میشه، برای بزرگتر از اونها دیگه برنامه خاصی وجود نداره. میخوای چیکار کنی؟ میخوای یه دوره بهش اضافه کنی؟ نمیشه که. به خاطر همین جدول شارژانت اومد. چیدمانش بر اساس چیه؟ زیر لایه ها اینجوریه S، بعدش حالا P، D و F و G. خب؟ به چه درد میخوره؟ برای اونایی به درد میخوره که 118 تا بیشترن. خب عنصرهای کشف شده در 32 ستون یا گروه جای دارن. اینو از کجا باید بدونیم؟ ببین بیا راجع به جی کوچولو صحبت کنیم. از پارسال میدونیم دیگه عدد کوانتومی فرعیمون ال که 0 1 2 3 داشت، نه که میشد اس پی دی و اف. بچه ها جی مون 4، الش 4 و با جی نشون میدیم. برای 118 به بعدی ها 119 و 20 که میره تو 8S، 121 میره توی G. اما هر کدوم از اینا چند تا خونه داشت؟ S دو تا خونه داره، درسته؟ P چند تا داره؟ 6 تا. D چند تا داره؟ 10 تا. F چند تا داره؟ 14 تا. از کجا اینا رو میارم؟ تعداد الکترون هایی که جا میشن رو یادتونه؟ ما یه رابطه داشتیم 4L به اضافه 2. مثلا اگه اینجا به جای Lمون 3 رو بذاریم که در F قرار داره، میشه 12 و 2 14 تا الکترون، درسته؟ خب حالا G چند تا الکترون توش جا میگیره؟ بیاین جی رو چک کنیم. این برای اف بود، به جای ال بذاریم چند؟ 4. 4 4 تا 16 تا با 2 تا 18 تا. پس همینجا من بی رو خط میزنم. عنصرهای دسته جی شامل 16 گروه نیستن، شامل 18 گروه هن. درست شد؟ حالا چرا گزینه، چرا اون مورد پمون درسته؟ بچه ها 18 تا اینجا داریم، 14 تا اف داره، 10 تا، 6 تا و 2 تا. اگه اینا رو با هم جمع کنیم میشه 32 تا. 18 و 14 20 تا. بله در 32 ستون یا گروه جای دارن، درست میشه. خب یه چیز دیگه چی میخواستم بگم، عنصرها رو به 5 دسته تقسیم میکنه. آها الفو نگفتم بچه ها، عنصرها رو چرا به 5 دسته تقسیم میکنه؟ چون که در واقع ما S, P, D, F و G داریم، چون چیدمانش بر اساس چی بود؟ زیر لایه ها بود و بلاک ها بود دیگه. پس به غلط بود. آها راستی چیزی بهتون گفتم تفکر نقادان است و اینا چرا اومده. ببین اینو باید دانش آموز بدونه، اوکی؟ بعد نگاه میکنه تستو میگه ببین به 16 گفته پس غلطه، من همین یه دونه رو میتونم حل کنم. حالا گزینه ها نگاه کنید همش به داره، پس نیست پس 4. یعنی حتی اگه اون بقیه رو نمیدونستید میتونستید از پس این تست بر بیاید. تجربه 98 در گروه های جدول دوره تناوبی از بالا به پایین شعاع اتمی چی میشه؟ از بالا به پایین توپلتر میشه، پس شعاع اتمی افزایش پیدا میکنند. چرا؟ چون الکترون های ظرفیتشون ثابته؟ نه، چون لایه های الکترونی اشغال شده اتم های آنها افزایش مییابد. از بالا که میایم پایین به ازای هر یه دونه ای که میایم پایین یه لایه اضافه میشه. خب بعدی رو ببینیم. با توجه به نمودار زیر آزمون کانون 97-98 به جای X و Y کدام مورد را نمیتوان قرار داد؟ اینجا چی داریم الان بچه ها؟ ما الان یک ویژگی داریم که با حالا، یعنی دوتا فاکتور داریم که اینا با هم رابطه عکس دارن، یعنی Y که زیاد شده اون X کم شده. بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. الان دو رو نگاه کنید، میگه واکنش پذیری عناصر دوره دوم و شعاع اتمی. یعنی چی؟ توی دوره دوم از بالا به پایین شعاع اتمی چی میشه؟ زیاد میشه، درسته؟ از بالا به پایین شعاع اتمی زیاد میشه، واکنش پذیری هم زیاد میشه، پس رابطه عکس نداره، پس این غلطه. ای ما دنبال غلطیم راستی. پس همین گزینه دو شد. یکی دیگه اشو چک کنم درسته رو. مثلا سه میگه پایداری عناصر گروه دوم و تمایل به دادن الکترون در گروه دوم. از بالا به پایین هر چی که میریم در واقع تمایل برای از دستان الکترون بیشتر میشه، پایداریشون چی؟ کمتر. بله و این رابطه عکس داره. ببینین پایداری کمتر میشه. پایداری کمتر یعنی چی؟ یعنی واکنش پذیری بیشتر. پس از بالا به پایین واکنش پذیریشون زیاد میشه، پایداریشون کمتر میشه، ولی تمایل به از دست دادن الکترونشون بیشتر میشه چون توپلتر میشن. پس این رابطهش عکسه و درست نمیتونه باشه. خب بریم من چند تا تست دیگه بزنم. وقت داره میگذره، زمانم داره تمام میشه. با توجه به جدول زیر کدام گزینه صحیح میباشد؟ بچه‌ها نگاه کنین،
از این سوال در واقع سوال پرتکراره. میگه نگاه کن الان مثلا یک رو نگاه کنیم، میگه خصلت فلزی اتم B از خصلت فلزی اتم های C و D چیه؟ کمتره. غلطه. حداقل از C در واقع کمتر نیست. اما دیگه چی؟ مقایسه شعاع اتم های F, C, H و A به صورت این شکلیه، یعنی شعاع اتمی کی بیشتره؟ H بیشتر از F. بریم ببینیم. این که غلطه، غلطه دیگه. نه، از چپ به راست شعاع اتمی کمتر میشه. تمام. A عنصر پتاسیم بوده که نرم است و با چاقو بریده میشود. A عنصر سدیم تو دوره سوم و خصلت نافلزی اتم H از خصلت نافلزی اینجا بچه‌ها اتم های F و G بیشتر است. بله دیگه، این اصلا فلوره دیگه، نافلزترین در واقع عنصر جدول تناوبیه. خب در ارتباط با عناصر گروه 14 جدول تناوبی چه تعداد از مطالب زیر درست است؟ در این گروه از پایین به بالا از خصلت فلزی کاسته می شود. این که تابلو غلطه، از پایین به بالا نه، درسته، از پایین به بالا خصلت فلزی بچه‌ها کم میشه، از بالا به پایین خصلت فلزی زیاد میشه، پس این درسته. در این گروه قبل و بعد از هر عنصر شبه فلز به ترتیب یک نافلز و یک فلز قرار دارد. این دیگه غلطه دیگه، نه، چون ما جرمانیوم رو داریم که بالاش یک شبه فلز و پایینش یک فلز و سیلیسیوم هم اینجوری نیست. در بین عناصر این گروه فقط نماد یک نافلز تک حرفی است. کربن رو داره میگه نه، و درسته. پس گزینه دوم. دو تا تست دیگه دارم، یه ذره زمان میخرم از استدیو. با توجه به شکل زیر که جدول دوره ی عنصرها رو نمایش میدهد، کدام عبارت نادرست است؟ خب میگه F عنصری نافلزی از گروه 14 هم و دوره سوم جدول دوره است. بچه ها F کو؟ اینهاش. عنصری چی نافلزی گروه 14 معروف خودمونه دیگه، کسی جلوی سینما پایش رو برید، سیلیسیومه. سیلیسیوم نافلز نیست. چه سوال راحتی بود. پس آ میشه چی بچه‌ها؟ کدام عبارت ها نادرسته؟ پس آ باید باشه، یا اینه یا اینه دیگه. نه، اینا رو این شکلی بزنید. خب بریم سراغ کی؟ ب. ترتیب خصلت فلزی عناصر نمایش داده شده در دسته اسودی جدول به صورت اینه. الان چی داره میگه؟ میگه ای واکنش ای خصلت فلزیش از دی کمتره، آ هم کمتر از بیه. نه دیگه، اینجا اصلا خصلت فلزی آ قطعا از بی بیشتره، گروه یک با از دست دادن یه الکترون پایدار میشه، پس اینم غلطه. خب تستو زدیم دیگه، میشه گزینه یک، چون آ و ب غلط بود. خب کدام یکی از مقایسه های زیر تست آخره به درستی انجام گرفته است؟ شعاع اتمی K بیشتر از Mg، اون بیشتر از کلور و او بیشتر از F. بله، K گروه اول 19 عدد اتمیش، Mg در دوره دوم قرار داره. بچه K گروه سوم کلن در دوره سوم قرار داره، یعنی یه لایه بیشتر از همه داره. بعد Mg 12، کلور و F. کلور و F پشت سر همان، F کوچیکتر از فلوره، درسته، چون بعد از کلور قرار داره، پس کوچیکتره و منیزیم هم از کلور بیشتره، چون اصلا دورش دوره سوم. ام جی 12 در دوره سوم، پس الفمون درسته یا 3 یا 4. بریم این سینو بررسی، سه نقطه رو بررسی کنیم که تستو بزنیم. خصلت نافلزی آی بیشتر از بی آر و اون بیشتر از کلور. نه، فلور نافلز ترین بود و هرچی از بالا می اومدیم پایین خصلت نافلزی بیشتر می شد. خب خسته نباشید، جلسه اول 11 همون رو تموم کردیم. انرژی مثبت، کامنت های پر محبتتون، انشالله که با همین فرمون تا آخر سال بیایم همه کتاب با هم خیلی قوی ببندیم. یادتون نره کنکور با شیمی تموم میشه. من سعید محسن زاده هستم همچنان. خداحافظ.